سلام و وقت بخیر به برنامه ارگ 93 خوش آمدید. این روزها هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری داد از تقلب میزنند و شکایت های خود را در کمیسیون سهم شکایات کمیسیون مستقل انتخابات به ثبت رساندند. اما سوال اساسی اینجا است که چقدر رسیدگی صورت میگیرد به این شکایت ها؟ در برنامه امشب ارگ 93 به بررسی همین موضوعات میپردازیم. مهمانان که دعوت ما را پذیرفتن و در بحث امشب شرکت کردن آقای پرویز علی شنگی آگاه امور سیاسی، آقای نعیم اصغری مسئول بخش پروگرام فیفا و آقای صبغت الله تمیم رئیس تحلیل و بررسی شکایات انتخاباتی با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین و تا دقایق دیگر سخنگوی ستاد انتخاباتی سخنگوی تیم اصلاحات و همگاری یا دکتر عبدالله عبدالله نیز با ما میپیوندن. و آقای پرویز در آغاز از شما میخواییم بپرسم آنچه که شکایت های انتخاباتی درد شده در کمیسیون مستقل انتخابات، شما چقدر آگاهی دارین و چقدر مطمئن به این هستین که به این شکایت ها رسیدگی صورت میگیره؟ لومړی د خورشید تلویزیون قدرمن و کتون کو کارکون کو او په میز کې قدرمن و گدونوالو تخبل سلامون احترامات او نیکی هیلی ورنده کوم. افغان ولس خپل میړانه یې ښکاره کړ. دومره تهدیدونو او چالشونو سره سره یې انتخاباتو کې ګډون وکړ. په تاسف سره چې د انتخاباتو پروسه د پخوا څخه یو مهندسي شوې پروسه وه او د درغلیو یوه ډکه پروسه وه چې د افغانستان د ولس د کاندیدانو او نړیوالو ناظرینو نگرانی د ځان سره درلودل. تاسو ولیدل چې په خپله د شکایاتو کمیسون مشر هم خپله نگرانی وښوده او د څیړلو وعده یې وکړ. په افغانستان کې انتخابات کې تقلب شوی شفافه نه وه او دا پروسه حکومت په تقلب کې د پخوا نه تجربه لري. تیر انتخابات هم په تقلب کې و. د ولسی جرګې د ټاکنو په وخت کې، نومندانو ټاکنو په وخت کې هم حتی تقلب په دې پیمانه پورې وه چې ځانګړې محکمه د رئیس جمهور له خوا نه ورته جوړه شوې وه. شکایتونه تقریبا د درې زرو څخه زیات شکایتونه په شکایتو کمیسون کې درج شوي دي او دا خپله د انتخاباتو کمیسون د کړنې څخه داسې ښکارېده چې دا په خپله د حکومت یو لاسپوڅی نهاد ده او عدم استقلالیت او کمبود د مدیریت د ظرفیت د مدیریت ضعف پکې موجود و، ځکه چې په پراخه کچه درغلۍ چې عملا د په ویډیو کې سب شوی ده، کاسی موجوده سب شوی دي، د فیفا راپور تقریبا چې دوی تقریبا د 11000 درغلیو په دوی راپور کې راغلی، تقریبا د 300 مرکزونو شاوخوا کې د دوی ناظرینو ته اجازه ورکړل شوې نه ده. تقریبا حتی په بعضې محلونو کې په 200 کې انتخابات ختم شوی ده، چې دا ټول نگرانی راپارولې ده. او په خپله په شکایاتو کمیسون هم نگرانی موجود ده. شخصا زه د انتخاباتو د کمیسون د کړنو په اړه شک لرم، اندېښمن یم. خدای وکړي چې دا زما خبره رښتیا ونوسي. نو چې ځکه چې خپله د کمیسون مشر په خپله د رئیس جمهور حقوقي مشاورو د ده د حمایت څخه برخمن شوی، د ده په ملاتړ دی راغلی، او په خپله د کمیسون دارالانشا رئیس د دولت څخه عملا د یو مدافع وکیل په صفت دی دفاع کوي، چې شخصا ما په خپله آقای علی شنگی میخواین بگوین که نباید بگوین کمیسیون مستقل انتخابات، بل این کمیسیون مستقل نیست؟ د کړنو څخه که چیرته موږ او تاسو په ظاهرا په قانوني لحاظ دوی یو مستقل نهاد دي، اما د دوی کړنې ته چې موږ ګورو، د انتخاباتو دا کومه پروسه چې تی شوه، ناظرینو ته اجازه نه ورکول کېده، هغه
صافي رأي سرا دولة سرا خيانتو شو او ده صافو رأي و بزاي دوی پا تقلوبی رأي واچاولو پوری لاس پوری کرد او سرا لده شه منگو تاسو اولی دل چه امنیتی حالات حقوم را هم گواخون که نو تهدیدون موجود نو لکه شه پخوا ده ده فکر شوه یو چون ده لپخوانا یو مهندسی شوه پروسوا او ده تقریبا که چیرته د شکایاتو کمیسون لخوا نه دا صحیح بررسی ونشي او د قسمی نتایجو د اعلانولو څخه مخکې دغه کوم کسان چې په انتخاباتو کمیسون کې پخوا په درغلیو باندې بندیان شوي وو همدا اوس عملا په ولایتو کې هغوی مسؤولین دي داسې شواهد شته. تشکر، سپاسگزارم. برمیگردم با شما آقای علیشینگی. آقای اصغری، واقعا تقلب ها چقدر جدی بوده است؟ به نام خدا و سلام قسمت خدمت میمانان دوربین و بیننده های تلویزیون خورشید. البته یافتای اولی ما که در روز انتخابات بود در حدود 11300 مورد تخلفات و تخطی های انتخاباتی بود که شامل 11 مورد میشدی بس که البته 6 موردش برمیگشت به اداره و مدیریت روند رایدی و شمار شارا که مربوط به کمیسیون انتخابات میشد که موارد بیشترش در روز انتخابات با اونا شریک بساز ساختیم که تا ای که مشکلات رفع کنند و بعض موارد دیگه شم تا همین روزا ما بعض موارد را که تقلبات بود پر کردن صندوقا بود ما با اونا شریک ساختیم که تا او صندوقا را از امو شمارش بکشند به قرنطین. حالا چگونه شناسایی شوه صندوقهایی که رای تقلبی پر شده از صندوقهایی که رای پاک مردم بوده؟ آها، البته مشاهدات ما گفتیم که 11300 مورد بود اما ما تا دیروز 2600ش ما چی بررسی کردیم تا مستندسازی کنیم که امروز این رقم ما به 2954 مورد ما شناسایی کردیم و مستندسازی کردیم که ان قریب ما امو مواد استنادهایی که وجود داره اونا را به کمیسیون شکایت انتخاباتی هم ارسال میکنیم و به کمیسیون انتخابات قبلا ارسال کردیم. مثلا مواردی که تعداد معلاتی که صندوق ها دوش پر شده 262 محل بوده که ما کود محل موارد و شواهد شما بر اونا ارائه میکنیم. ارقام داریم که در چند محل در روز شنبه 16 حمل روز برگزاری انتخابات اوراق رایدهی قبل از ساعت 12 تمام شده، در بله. چند محل تقلب شده و در کجاها تقلب شده؟ قبل از چاش مثلا ما گزارش های ما که البته فیفا در 70% محلات حضور داشتن در تمام در 34 ولایت کشور و در 70 یعنی نظارت سراسری شما هم نداشتین؟ در 34 ولایت کشور بود اما 70% محلات پس سراسری نبودین؟ آه بله، و در محلات که اوراق قبل از چاش کم شد او 330 محل بود دریافته های ما که البته بعد از چاش هم باز اوراق در بعض جای حتی 230 محل بوده که بعد از چاش خلاص شده اما اوراق بعد از ساعت 4 دوجا رسیده که بعد از ساعت 4 دوجا دیگه وقت رایدی نیست که اینی موارد است دیگه موارد دیگه. آقای اصغری، در محلاتی که اوراق رایدهی تمام شده و کمیسیون مستقل انتخابات هم اعلان کرد که یک دقیقه برای یک رای 600 برگه رایدهی و 600 دقیقه یعنی 10 ساعت، حالا فکر نمیکنین که امکان نداره که تقلب نشده باشه که در 5 ساعت همین 600 برگه تمام شده باشه؟ خب در رابطه با او بخش یک بخش تکنیکی و محاسبی است که ما میتونیم که اوجا بحث علایده داشته باشیم اما در اینجا دید ما دید مسلکی ما ای است که اصلا کمیسیون انتخابات بدون در نظر داشت بررسی هایی که داشتن در رابطه با نفوذ مناطق اونا دقیق نبوده که در اون مراکز به عوض که مثلا در یک مرکز 4 محل ایجاد کردن به عوض از اینکه اونجا 10 محل ضرورت بوده چون تعداد نفوذ زیاد بوده تعداد محلات کم شده به او خاطر اوراق در اونجا کمتر شده که این خودش اگر در رابطه به اینکه ما اگر سنجش کنیم که 10 ساعت که برای دی بوده و 600 ورق و 540 ساعت میشه این یک بحث محاسبوی دیگه داره که مثلا اگر اول کسی که برای میایه برای دادن میره واقعا یک دقیقه شاید وقت بگیره اما وقتی که این جریان پیدا میکنه دمو جریانه که یک نفر میره در اوجه ورق نشانی میکنه نفر دوم جمعه ورق میگیره نفر دیگهش کارتش چک میشه و این کلش دمیم یک در ظرف دو دقیقه ممکن سه چهار نفر رای بده بس دیگه نیست اما کسایی که قبل از چاش واقعا خلاص شده این یک سوال برانگیز است که باید بررسی شود. تشکر، سپاسگزارم.
آقای تمیم، چقدر مطمئن هستین که به شکایات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی واقعا رسیدگی صورت میگیره؟ بله، سلامونه تاستا ده خودشه تلویزیون لیدون کتا او ده خودشه تلویزیون کارکون کتا. اول ده انتخابات شکایات کمیسیون ده تأسیس نه یا ده فعالیدونه سرسام خپل ټول کړنې د میډیا مدني ټولنې او د سیاسي ګوندونو په وړاندې ترسره کړي دي او تصمیم یې نیولي په ډېر روښانه شفاف او بېطرفه شکل. مخکې بعضې دوستانو چې د نګرانی وښودله، زه فکر کوم که د ابتدا نه دغه پروسه تعقیب شوي وي، زه په دې باور لرم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باندې د ټول ملت باور شته او خپله وړتیا او سپېڅلتیا به پرېتوب یې حفظ کړی دی او وروسته د دې نه به یې حفظ شوي. اما آنچه که آقای علیشنگی گفتن، تا هنوز گفتن که افراد که حالا در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان رئیس کار میکنن، مشاورین بودن در ریاست جمهوری افغانستان و حتی گفتن که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات هم زیر سوال بردن. اول خود ما کمیسیون مستقل انتخابات نیستیم. دومی که این کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است. در مجموع این کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است. این مستقل است او مستقل یک موضوع. موضوع دیگر، اول خو این کاملا دروغ است که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان بوده. بعد اگر فرض بکنیم که بوده باشه، ای معنای زیر نمیته که ای غیر مستقل شد یا مستقلان عمل نمیکنه. از اجراات از اونا وجود ببینین داره که ببینین از اجراات از اونا کمیسیون سم شکایات انتخاباتی به نفع یک نامزد مشخص کار میکنن. ببینین کدام مورد هست که برای ما شکایت آمده باشه و ما با او رسیدگی نکرده باشیم و به اساس قانون او را مجازات نکرده باشیم؟ در مورد کاندیدایی که اتهاماتی بود یا شکایاتی بود که او از طرف دولت حمایت میشه، اونا را هم ما مجازات کردیم. ای به این معنا که برای ما تا جایی که شکایت آمده ما به شکل عادلانه به طرفانه رسیدگی کردیم و حکم خود به اساس قانون صادر کردیم و اینجا یک نفر نیست. شکل کمیسیونی به این معنا که 5 نفر عضو دارند، اونا تصمیم به اکثریت آرا میگیرند و بالاخره تصمیم میگیرند و این به ملت افغانستان و به رسانه ها و جامعه مدنی معلوم شده. در پیش روی از اونا دلائل هم دیده شد، حتی مدارک اثباتی را که ما داشتیم برای اونا نشان میدادیم که اینی مدارک اثباتی است، اینی مواد قانون است و اینی حکم است. حالا فلم هایی که برآمده از این که در بعض از مناطق صندوق ها به نفع یک نامزد مشخص، حالا هر نامزدی که است، پر میشه چه؟ په دې اړه موږ ډېر شکایتونه لاسته راوړي، ویدیوګانې هم لاسته راوړي دي او د موږ د بررسۍ لاندې دي. په دې معنا چې که اوس یې هم څوک ولري، موږ ته شکایتونه در شوي، خو د معلوماتو په توګه یې که اوس هم موږ ته څوک راوسپاري، نورې نوې چې تر اوسه موږ ته نوي رارسېدلي، هغه موږ په نظر کې جدا نیسو. به این موضوع دوباره میپردازیم. آقای مسلم سعادت، سخنگوی تیم اصلاحات همگاری، تازه با ما پیوستن، خیلی خوش آمدین. ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاه. سلام دوباره آقای سعادت، آنچه که آقای تمیم گفتن که به همه موارد شکایات رسیدگی میشه و رسیدگی هم صورت گرفته، شما راضی هستین و آنچه که شکایات شما بوده چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام به شما، به دوستان و بینندگان عزیز. اولا جا داد هست کنم تبریکی بگویم به ملت افغانستان این دستاورد بزرگ تاریخی و ملی را و تشکری بکنم از نیروهای امنیتی کشور، از رسانه‌های کشور و همچنان از مردم که با همت پای صندوق‌ها رفتن. در قسمت مشکلات و شکایات و تخطی از تقلب، تیم اصلاحات همگرایی در همان روز 16 عمل انتخابات ما بعضی از شکایاتی که دریافت کردیم مستندسازی شروع کردیم. به تعداد 200 شکایت در همان روز درج شد، اما بنابر بعض امخانی هایی که داشتن 180 شکایت از طرف تیم اصلاحات همگرایی به کمیسیون مستقل انتخابات مستندسازی شده و ارسال شد. تا جایی که مسئولیت تیم اصلاحات همگرایی یاد از تیم ما مسئولیت داشتیم، ما مستندسازی کردیم شکایت را و تا اونجا مسئولیت داشتیم. مسئولیت بعدی متوجه دو کمیسیون انتخابات می شود و ما باور داریم به بالای کمیسیون ها که به این شکایت رسیدگی بتوانند. بله، اما در گذشته شکایت همچنان کرده بودین، چقدر به او شکایتتان رسیدگی صورت گرفت؟ بدون از این شکایت، اگر ما ببینیم شکایتی که از روز انتخابات شروع می شود،
مشکل مدیریتی در تقسیمات برگاه‌های رایدهی در تمام سراسر کشور و مشکل تکنیکی خود کمیسیون که از طرف خود کمیسیون اعتراف صورت گرفت وجود داشت، اما تا جایی که مشکلایی که فعلا ما برخورد کردیم در همان روز انتخابات اول مشکل برگی رایدهی بود، اما تا جای مشکلات دیگه مانند پر شدن صندوق‌های رایدهی از طرف بعضی کاندیدای مشخص، اجازه ندادن بعضی از مردم در مراکز رایدهی، ناوقت باز شدن بعضی مراکز، اینها تمامش درج مستندسازی شده و ما تا جایی هم بررسی خواهیم کرد و تحقیق خواهیم کرد از دو کمیسیون مستقل که به این شکایت رسیدگی بکنند. حالا حق ما این است که بتانیم از دو کمیسیون پاسخ درست دریافت کنیم. تشکر. آقای علی شنگی، آنچه که مشکلات خوانده میشد در انتخابات چرا مشکل پیش بیاید و این هم با آن پیمانه که حالا صدها شکایت درج شده؟ اصلا زه فکر کنم چه عمده مشکل دلتا ده حکومت مداخله ده. پخپله منگو تاسو ده شایدانیو چه ده انتخاباتو سخمخ که پخپله یا بل انتخابات پخپله پا ارگ دریاس جمهوری که وشوه خپله د ښاغلي کرزی د رئیس جمهور په مخ کې صندوقان خلاص شو او رایګیري وشوه او پیل د هغې لخوا نه ونه منل شوې. بیا وروسته دوه ټیم سره جوړجړی وشو چې دا په خپله د قانون خلاف خبره ده. په خپله عمده لوی مشکل چې دی حکومت باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. کمیسون باید پریده شی پوره استقلالیت مثلا شما مورد دارین در کدام مورد حکومت مداخله کرده و از طرف کمیسون هم پذیرفته شده باشه؟ تاسی پخپلا در رئیس جمهور ویناو تا که مونگ او تاسو زیر شو چه پا ملی شورا در پرانیسی پا مراسمو که وکره و دای پا داگه ویلی شی از ما زین وزیران حکومتی شروعه که وغا پخپلا در کاندیدانو در پارا کمپاین کوی او عملا منگو تاسو ده وزیران گورو چه دا ثبوت ترتیا نلاری دا سر غوگونو او سرگو ترتیا لاری چه ده شکایات و کمیسونی او گوری چه منگو تاسو مشخص ده وزیر پا ده یو مشخص نومان پا غندو که گردون کوی او یو بل وزارت ده یو بل نومان ده پارد ده ده وزارت نه ده کمپاین مرکز او آغا جور کرده پا ده غسی مسائلو که پا خپلا چه ده ملت تا اجازه نه ورکول کیږي او د ملت د رای سره لوبه کیږي او ملت په خپله خوښه د خپل یو ضیم دپاره رایه ورکوي او دا یوه مهندسي شوې برخه ده چې دغه رای په ځای نورې رایې ځایېږي او موږ تاسو عملا ولیدل چې په قندار کې هغه یو نومان چې د قندار په ولایت کې نفوس یې درلودل او هغه عملا د هغه په نښه شوي کارتون هغه په تشنابو کې پیدا کیږي، په مردارو ځایونو کې پیدا کیږي او په مقابل کې په ویډیو کې لیدل کیږي ثبت شوې ده چې په زرګونه د رایو کارتونه او هغه د ټاپه کیږي او یو مشخص نومان ته اچول کیږي چې په ویډیو کې په صوتي عملا دا موضوع ثابت ده. نو اوس دلته دا سوال پیدا کیږي که چیرته حکومت او په خپله د ټاکنو کمیسون دې خپل بې پړیوالی ثابت کړی وی نو دا رایه د خلکو مخې ته د کومه شو؟ دا رایه ولې بدلیږي؟ تاسو کیدای شي خبر اوسئ چې په خپله د کاندیدانو لخوا نه په سرینا هوټل کې یو مجلس ونیول شو او د تقلب ضد یو ستراتیژي جوړ شوی چې نومندانو په دې برخه کې موافقه وکړه او دی ما د انتخاباتو مستقل کمیسون ته وسپارله او هغه هم په هغه وخت سره وعده کړې وه چې په دغه برخه کې به دی خبرې کوي او عملي کوي بیا او لا ډېر وبخې لا ډېر بحثونه به پکې کوي. هغه په یو ماده کې راغلي و چې د انتخاباتو رای پاڼې به د ملي امنیت د ملي اردو او پولیسو لخوا نه د دوی په مرسته د دوی تر نظارت لاندې او د ناظرینو تر نظارت لاندې به انتقالیږي رای مرکز ته او په شفافه توګه به انتخابات کیږي. نو کله چې د انتخاباتو ورځ شوه تقریبا هغه ارقام داسې خو د ځینې کاندیدانو لخوا نه ښودل شوي چې د دریو میلیونو رایو مخکې د شپې لخوا نه د صندوقان ډک شوي دي. خو اوس یوه د تقلب پروسه انجام شوې ده او بله د تقلب پروسه را پاتې ده. سپاسگزارم. تشکر. آقای اصغری، آنچه که مهم است این است که پیش از برگزاری انتخابات همچنان گفته می شد که بعض از وزرا هستند که به نفع یک نامزد مشخص کار می کنند، برخی از ولیان و برخی از قماندانان امنیه.
آنچه که بررسی های شما پس از انتخابات و در روز برگزاری انتخابات نشان میداد، حتی از مداخله یا حکومت، چی است؟ البته راپورایی را که فیفا در جریان مبارزات انتخاباتی نشر کرد، اولین راپورش در اوجا به شکل بسیار گسترده مداخله سوء استفاده از امکانات دولتی، امکانات دولتی که هم مقامات دولتی در پروسه مداخله کردن مستقیما، هم از وسایل دولتی استفاده شد، از امکانات، تمام امکانات دولتی کاندیدای مشخص استفاده کردن. کی راپور ما در نیمه کمپاین، یعنی یک ماه از کمپاین تیر شد، ما ایره با کمیسیون انتخابات، با کمیسیون شکایت انتخاباتی و حتی وزارت داخله و نهادهایی که در این پروسه دخیل شده بودند ما شریک ساختیم که و از نات تقاضا کرده بودیم که مداخله را کم کنند. اما در بعد از او هم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یک تعدادش بررسی کرد، مثلا بعضی نامزادهای محترم جریمه ها کردند که یک گام خوب بود از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی. اما بازم در مرحله دومه که ماه دوم مبارزات انتخاباتی بود که مبارزات انتخاباتی شورای ولایتی شده صورت گرفت، در اوجه هم مقامات دولتی، امکانات دولتی استفاده چی شد که ما از اون وقت میفهمیدیم که وقتی که امکانات دولتی در روز در دوران مبارزات انتخاباتی استفاده شد، واضح است که این امکانات در روز رایدهی هم استفاده میشه. و قسم که علی شنگی صاحب اشاره کردن که مثلا امی مواد اساس انتخاباتی در حضور داشت ناظرین به ولایت انتقال میشه، که ما البته ناظرین ما ای انتقال از این در حضور ما نشده، ما چندین بار تقاضا کردیم از کمیسیون شکایت انتخابات، از کمیسیون مستقل انتخابات، که مواد اساسی که انتقال میشه باید در جریان ما بانین که در کدام وقت انتقال میشه که ما مطمئن شویم ناظرین ما ببینن. ولی شما در جریان گذاشته نشده، در جریان گذاشته نشد و دلیلش هم این بود که نظر به ملحوظات امنیتی ما نمیخوایم که گپ، یعنی سر شما هم اعتماد نداشتن حتی بالای ناظران. بله تشکر. پاسخ شما چی بود؟ چرا بالای ناظران اعتماد نکردن؟ خب اونا گپ از اعتماد ندارن، گفت نظر به ملحوظات امنیتی، نیروهای امنیتی بر ما گفته که ما نمیتونیم که همی اوراق خوردن اساس، همی مواد اساس انتخاباتی را در حضور داشت ناظرین یا مشاهدین یا هر کسی دیگه قرار بدیم، ما خود ما در جای محفوظ را حفظ بله. میکنیم. آقای ازغری، شما در تصاویر دیدین که برگه های سفید در دسترس بعض از حلقات قرار گرفته تاپه میکنه و به نفع یک نامزد مشخص، چرا کمیسیون مستقل انتخابات اینقدر بیدار نبود که اوراق سفید به دسترس حلقات قرار گرفت و او را تاپه کردن به نفع یک نامزد؟ خب یافته های ما نشان می دهد، ما گفتیم 6 مورد مربوط اداره و مدیریت کمیسیون انتخابات بود که مشکلات را بار آورد، که بیشترین کارمندای کمیسیون استقلالتشان را حفظ نکردن و همچون و استقلالت وقت حفظ نکردن که مقامات بالای از وقت یک تعداد فشار آوردن، یک تعداد دیگه شان واقعا خودشان مثلا کدام مقامات بالای چه کسانه در کمیسیون فشار آوردن؟ مختلف بوده، مثلا مقامات امنیتی بوده، مقامات محلی بوده، مقامات خود. پس همان حرف بله. است که برنامه انتخابات از قبل تنظیم شده بوده و به نفع یک نامزد مشخص کار کرده کمیسیون. البته سر تنظیم شدهش واضح هر جدا میخواه که انتخابات به طرف خود بکشونه. اما اینجا شما میگین که کمیسیون مستقل انتخابات، یعنی جناح در او شریک نباشه دیگه. بلکل خب در قانون کمیسیون مستقل انتخابات است، واضح است که کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 2 لک کارمند داره، یک تعداد کارمندایش استقلال خود را حفظ نمیکنه. و یک چیز دیگر هم باید خاطر نشان بسازم که تقلبات که در این دوره انتخابات شده به مقایسه تقلبات که در 2009 بوده میزانش کمتر است از نظر به یافته های ما. تشکر آقای تمیم. آنچه که مهم است این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم اعلان کرد که آرای همچنان قرنطین خواهد شد، این کدام آرا است و از کدام ولایات است و به اساس چی میخواین قرنطین بکنیم؟ بله در انتخابات شکایت کمیسیون تکم شکایتون چرا گلیدی، اثباتی مدارک چرا گلیدی، ویدیوگانه چه پرون ورم ورز او لغم مخ که ورز در دری ورزه که مکتب دیر پیمانه نسبت در انتخابات در ورز او یا ورز ورسته مدارک دیر راغلل ویدیوگانه می پاکی اثباتی مدارک و چه در اغم کلویل دل در اغم مشخص و محلونه که یا در راور کولو پا مرکزونه که رای قرنطین کیگی باطلیگی او به اعتبار کیگی
از کدام محلات؟ خب زبایم کله چې هغه دغو په اړه شکایت وزدر شوی مدارک راغلي تر اوسه تر څو چې هغه رسیدګي نه شي هغه مختلف موارد دي په اکثریت مناطق و مراکز او محلات د افغانستان کې تقریبا په ډیرو ولایاتو کې دي نه شي کېدی چې اوس د ټولو نمونه واخلو هغه په بدخشان کې دي په بلخ کې دي په میدان وردکو کې دي هغه په غزني کې دي پکتیا او په خوست کې دي او په کندهار کې دي په ډېرو ولایاتو کې هغه شته او دغه موږ د دې دپاره مشخصه د رایو د اعتبار د تشخیص او بررسۍ لایحه لرو مشخص موارد یې ذکر شوي په دې آقای سعادت همچنان گفتن که بیشترین تخلفات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته در مورد از اونها چه برنامه داریم؟ د انتخابات مستقل کمیسیون باندې شکایتونه ډېر درج شوي تقریبا 90% د شکایتونه چې موږ ته راغلي هغه په انتخابات په مستقل کمیسیون باندې درج شوي چې ټول 93 موارد دي هغه څېړل کېږي او د هغو په اړه کره تصمیم نیول کېږي هماغه لایحه چې د رایو د اعتبار د تشخیص او بررسۍ لایحه ده په هغو که چېرته دا ثابته شي چې دوی بپرې نه دي دوی دې مشخص چپانه کار کړی هغه به یا بطلیږي یا به اعتباره کېږي در کدام سطح است پایین است بالاست و چگونه است شکایات از کمیسیون مستقل انتخابات که برای شما رسیده نامزدان که شکایت کرده باشند در کدام سطح است سطحش چگونه است مختلف موارد دی مختلف مدارک اثباتی هم لري او مختلف موارد که هم دی چې هغه د مشخص کاندید په نفه باندې د کمیسیون کارمندان کار کول دی د رای ورکوونکو تشویق کول دی چې باندې مشخص کاندید ته رای ورکي د ناظرین و مشاهدین او د رسنه یا د بعض رای ورکوونکو مخنیوای دی چې محلات ته نه پریدي د رای ورکول لپاره او چې ډیر مهم مورید پکې یا ډیر مورید پکې دا دی چې ډیر کسان به دوی تشویق اول یعنی په یو ډول کمپاین کوي چې یو مشخص کاندید ته رای ورکړي دغه مورید پکې ډیر دي مثلا آقای سعادت گفتن که ممکن 25% آرای بدخشان یا صندوق هایی که از بدخشان رسیده آرایشان قرنطین شوند بر کدام اساس و بر کدام شواهد شما میخواین که این آرا را قرنطین بکنین همغه موارد چې ما مخکې ذکر کردیم مخته مدارک راغلي دي او د ویډیوګانې دي مده چې د موږ په مخکنیو لوایحو او طرزالعملو کې هغه هم پیشبیني شوي وو که داسې مدارک او د اسناد موږ ولرو د هغه رایې یا قرنطین کیږي او بررسي کیږي یا به اعتباره کیږي یعنې باطلیږي به او یا که هغه د مدارک صحیح سم او کره ونخیږي نو هغه ته به اعتبار ورکول کیږي تا چه زمانه این بررسي های شما ادامه پیدا میکنه؟ د قانون په اساس په ولایتي سطحه لس ورځې د انتخابات نه وروسته باید دا تصمیم ونیول شي او خپل نهایی پریکړه باید په دې حالا شش روز از انتخابات مگذره و بله پنځه ورځې نورې پاتې دي او هغوی د بررسي پیل کړې ده موارد باندې کار کوي او تر اوسه موږ ته وخت سره چې خپله فیصله دوی د ولایتي کمیسیون شش روز یا پنځه روز گذشته 50% کار شما پیش رفته؟ بله هغوی خپل کار کړی مدارک یې راټول کړي او د هغوی دواړو طرفو ته هغه چا چې شکایت کړی د هغو چا نه شکایت کړی دی وخت ورکول کېږي د هغوی دفاع یا مشروع دغه دفاع خپل حق دی او د طرز عمل په عمومه ماده کې دغه ذکر شوی دوی ته د حق ورکړل شوی که هغه داسې مدارک ولري چې دغه شکایت دفع کړل شي یا دوی ته داسې جواب ولري چې ګویا دا شکایت نه دی کړی نو دغه حق نه باید ضایع شي او وروسته لغوه نه چې هغوی کله پریکړه وکړي د دوسیه راځي او په مرکز کې مرکزي کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر یوې میاشتې د انتخابات د ورځې نه وروسته وخت لري چې د موضوع بررسي کړي او نتایج نهایی اعلان تشکر. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. ادامه برنامه. آقای سعادت، آنچه که مهم است این است که چه تأثیر مگذاره قرنطین شدن برخی از آرای مردم بالای نتیجه انتخابات؟ بله، تا جایی که روند را ما در گذر بودیم، روند 16 حمل را، حالا مهم این است که پاک کردن، جدا کردن آرای پاک و ناپاک این ملت، باید کمیسیون مستقل انتخابات این اعتماد را به مردم بده که با استفاده از کدام مکانیزم ها با استفاده از کدام استراتژی ها اینا امی آرا را جدا میکنن آرای پاک یک جای و آرای پاک دیگه جای چیزی که پیشتر ما از دوست ما شنیدم تشخیص و بررسی و چیزی که پیش بینی شده بود حالا باید این معلوم شود که تشریح اینا از تشخیص و بررسی چی است چطور اینا میتونن که آرای ناپاک و پاک را جدا بکنن قرنطین شده آرا اما گفتن از شواهد و فلم ها یا تصاویر که به دست رسشان قرار گرفته بر اساس از اون میخواییم خب حالا در هم سراسر کشور شاید این شواهد نباشه
تا جایی شاید امی ویدیوهایی که ما مستند سازی از بعض از مناطق کشور داشته باشیم همه مناطق دیگه کشور که میمونه چه دور او را باید پیدا کرد در قسمت قرنطین شدن آرا ایرا باید خود کمیسیون مستقل انتخابات مستند به ما نشان دهد که بله به خاطر بر مبنای اینی اسناد اینی آرا قرنطین شده تا به حال که شما شکایات را که درج کرده بودین در کمیسیون شکایات انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات آیا به او شکایات شما رسیدگی صورت گرفت؟ تا جایی که ما از شکایاتی که درج کرده بودیم به بعضی ها رسیدگی تا جایی شد اما به آن گزینه هایی که ما زیادتر پافشاری میکردیم رسیدگی نشد اما مشکلاتی که ما در تخطی و تقلب که از روز انتخابات دیدیم اونا رو درج کردیم مستندسازی کردیم و زیادتر از شکایاتی که به ما درج شد رسید یا راپور داده شد از کمیسیون مستقل انتخابات در حوال و اما دیگر خود آقای سعادت گفتن که تقریبا 930 شکایت درج بر کمیسیون مستقل بوده و بعدا شکایت درباره کاندیدای مستقل اما آنچه که مهم است این است که به کدام شکایت شما رسیدگی نکرد کمیسیون شکایت انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات خب تا جایی ما شکایات در قسمت مداخله از بعضی ارگان‌های دولتی از بعضی کاندیدا یا حمایت بعضی از نهادهای ارگان‌های یا نهادهای ارگان‌های دولتی از بعضی از کاندیدای مشخص داشتیم که در بعضی جای‌ها رسیدگی شد و در بعضی جای‌ها نشد تشکر آقای علی شنگی فکر می‌کنین که اگر صندوق‌ها قرنطین شود در اینجا معامله‌گری صورت نگیره مثلا از فلان ولایت که رأی یک نامزد مشخص در اونجا زیاد است همان صندوق ها بیای و قرنطین شوه ما محکمه تاسو اشاره وکړه چې یو لوبه پېتا ورسیده تقلب کاری پېتا ورسیده اول اوس بل لوبه پیل کیږي په حکومت کې او په خپل امدې ته زمينه برابرېږي دوی خپل مورد نظر کاندید چې کوم ده هغه ته په خپل حکومت کېدای شي چې د مخالف کس په یو بانه او په بله بانه باندې دغه رایه قرنطین کې اوس د ټول اولس هغه د شکایاتو کمیسون ته دوی انتظار دی چې دوی کومه پریکړه کوي ګرچې زما په لحاظ هغه کومه فیصله چې د شکایاتو کمیسون دلوده هغوی ته او یو والی او یو د امنی قمندان چې دوی په خپل وخت سره خپل تصمیم ابلاغ که حکومت اصلا هغه ته بیخی توجه و نکره گرچه که دیشه دام زینی اندیخنی را پاراولی دیشه دیر پلند وقت که چه انتخابات سو محدود ورزی پاتی وی دست یو دوی لخوان ابلاغ وشو اما تاثیری و ندلوده چه دا پا خپل یو منفی نتیجه دلوده چه اوس پا قندهار ولایت که چه تقریبا افغانستان ده هاغا ولایت سخش میریل کیگی شی در طول و زیاد تقلب پکی شویدن او تر دیر خلق اتا وحل شوی تکول شوی دی تر دری بجو تر شپی پا دری بجو بندی خلقو تا اعلان شویدن اما قماندانان لخوانه د امنیتی کسان لخوانه چې تاسو د کورونه موزی او په بل مقابل کې هغه رای پیوز دیدی چې د انتخاباتو کمیسون لخوانه انتقال شي د پخپله د محلی پولیسو لخوانه انتقال دل چې بیا وروسته د میلیور د لخوانه نیول شوی ده نو دلته په کار داده چې د شکایاتو کمیسون تر څو چې دی د انتخاباتو اغا پایله سهی سیرلی نیوی اغا دیفستیان چی پا زیادتر و ولایتونو که پا تورنشیوی دی او دا امنیتی زواکونو لخوانه اغوی فعلا پا توقیف کی دی اغوی دا سارنوالی تا معرفی شوی نیوی نتایج اعلان شوی نیوی نو دا پایله که چیر تا دا شکایتونو خپلوه کمیسون خپلا ایمانی وظیفوی وظیفه په صحیح توګه باندې اجرا نه کړي ملک کیدای شي د یو بحران خواته ولاړ شي اوس موږ ټول سترګې د انتخاباتو کمیسون خواته ده او دلته باید خپله کاندیدان هم دوی باید هم قرار کینینی او په خپلو کې کوم کسان چې تقلب شوی هغوی باید یو هماهنګي جوړ کړي او ولس باید پر انتخاباتو کمیسون باندې آقای ازغری در چند محل صندوق ها پر شده و نظارت شما چی را نشان میده؟ خب بعد از بررسی که داشتیم 300 مورد تا امروز ما تثبیت کردیم که
صندوق ها پر شده که و بیشتر در کدام ولایت بوده؟ خب بیشتر از این پر شدن صندوق ها تقریبا در اکثریت بیشتر دوست ما اشاره کردن که در بعض نقاط ما گفتیم در 34 ولایت کشور حضور داشتیم همین موارد که داشتیم تقریبا در تمام ولایات بوده در اکثریت مطلق از این ولایت ها بوده که ما یک تعدادش میتونم میشه نام بگیرم مثلا پرشدن صندوق ها در اروزگان بوده در غور بوده در بغیز بوده در بغلان بوده در پروان بوده مثلا در پکتیا خوست کندهار لوگر و سایر ولایات تشکر و آنچه که ناظران شما از اونجا گزارش دادن دست افراد یا زورمندان محلی بود یا نه دست ماموران کمیسیون مستقل انتخابات بود که این صندوق ها پر شده خب. یک چیز را باید بگویم که چون اداره انتخابات به دست کمیسیون انتخابات است تا وقتی که کارمند کمیسیون انتخابات موافق نباشه به طرفی خود نقص نکنه چون اداره به دست از روز دیگه کس تقلب کنه مید. اما در جایی هست که مثلا در جای مثلا ما گفتم که حتی زورمندان ملی قماندان های امنیه مداخله کرده که او از اثر زور وادار ساخته کارمند کمیسیون انتخابات که تقلب کنه تشکر آقای تمیم آنچه که آقای مسلم هم به او اشاره کردن معیار شما برای رسیدگی به شکایات چی است؟ اگر مو کلاچ انتخاباتی شکایتون رسیدگی که او مو قوانین لرو انتخاباتی قوانین چې هم شکل قانون شته او هم متنی قانون شته یا ماهیوي قانون همدارنګه لایحې لرو طرزالعملونه لرو هغه شان چې ابطال او یا به اعتبار اول د رایو پکې کیدلی شي یا صورت نیسي هغه مو یوه لایحه لرو او هغه د موږ په سایټ کې نشر شوې ده ډېر مشخص کریتریاوې دغو تشخیص شوي دي لیکل شوي دي مخکې د مخکې نه فرضاً یو محل ته مشاهدین او ناظرین پرې نښودل شول ممانعت ترې وشو هغه رای باطلیږي فرضاً یو چا په د بل چا کارتونه وکارول چې اصلي مالکان یا صاحبان د کارت موجود نه و هغه رای باطلیږي او همدارنګه یولس موارد د ابطال د رایو دپاره دي او پنځلس موارد د بې اعتباره کولو د رایو دپاره تشخیص شوي دي او هغه نشر دي ټولو ته هغه باید ټولو کتلی وای پخپله په دغه قوانین کې په پنځه شپېتمه ماده کې په دیارلسمه څوارلسمه فقره د نهه شپېتمې ماده کې ډېر په وضاحت تسجیل شوي دي بل مورد چې زه د بعض دوستان چې د نگرانی لري هغه دولتي کارمندان چې د یو چا د کمپاین په اړه کې مرسته کړې وه او یا حمایت کړی و وګورئ قانون ډېر واضح په دې صراحت لري که قانون په لږ دقت سره وکتل شي هلته وي چې که چېرته دولتي کارمندان مداخله وکړه حمایت وکړه او د یو مشخص کاندید نه خپل مرسته ورسره وکړه د انتخاباتو مستقل کمیسیون به د حکومت نه د هغوی عزل او یا مجازات غواړي نه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیت قانون هغوی ته ورکړی دی ډېر په صراحت خو هغه موارد چې موږ ته شکایت وشو دغه موضوع ډېر مهمه ده شکایت کردن و گفتن که فلان وزیر از یک نامزد مشخص حمایت میکنه که رسیدگی صورت نگرفت برای هم دغه موضوع چې کله مختش بیا مدارک را کړل شي چې مشخص کاندید د یو چا د حمایت نه مرسته د حمایت نه برخوردار وي دغه په مرسته کمپاین کړی وي هغه چې موږ ترغلې موږ ټولو ته رسیدګي کړې د تاسو خپله رسنۍ به هم په هغو جلسو کې وه د موږ سره چې کوم شکایتونه و د انتخاباتو ته ورځې پورې هغه ټول ختم شول موږ یو شکایت هم اوس نه لرو چې هغوی ته م رسیدګي نه وي کړې او موږ ته مخکې د انتخابات د ورځې نه سپارل شوی وي ټولو ته م رسیدګي کړې چه مدارک یې موږ ته راوړي وو هغه مشخص کاندیدان په هغو کې جریمه شوي حتی دي خو د هغوی د عزل یا د مجازات غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون واک دی د هغوی صلاحیت دی هغوی ته قانون وظیفه ورکړی نه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تشکر اکثریت ولایاتی که ناامن بودن و در اونجا هم ناظران وجود نداشتن حالا ممکن فلم و شواهد هم در دسترس شما قرار نگرفته باشه چگونه میتونین که آرای پاک از آرای ناپاک جدا بکنین؟ د دې لپاره یعنی ټول هغه محلونه دا خو د انتخابات مستقل کمیسیون په دې اړه مشخص گزارش باید موږ ته راکړي او راکوي همدغه یې وعده کړي فقط چې د آراو صندوقونه راشي هغوی که یو ډول محافظتي پاکټونه دي چې په هغو کې د اولیه نتایجو فرم وي ژورنال یا هغه جدول چې د رای ورکوونکو د کارت نمرې پکې لیکل شوي وي هغه پکې لیکل شوي دي اگر ټول باید هغه مشخصات چې د رای د صندوقونو لپاره په قانون کې ذکر شوي دي او د هماغه د اولیه نتایجو د فرم لپاره چې ذکر شوي دي هغه ټول باید ولري
دوهمه اگر ناظرین او مشاهدین یا رسنه چې غوی باید نظارت نکړی وای اگر الته موجود و اکثریت زاینه کی ځکه هغه محلی کسانی ناظرین تا کلی و ناظرین دی بیرون چنه وره وسیله چې د دو زاینه یو نام زایته نشوي تلای د امغه نام زای کی خو خلک خو ژوند پکې کوي د امغه نام د زای د خلک خلک و چې دغه کاندیدان ناظرین و دغه نمایندگان و اگر د ته ژمن و چې د خپل کاندید په نفع کار وکړي نظارت وکړي او که چېرته د خپل کاندید حقوق یې تلف کیږي هغه مستندسازي کوه حداقل شکایت په درج کړه دا کار ټولو کړی دا په هېڅ ځای کې ممکن نه ده چې یو ځای کې صندوق کېښودل شي او اولته د هېڅ د آدم یا انسان موجود نه وي همغه انسانان نه د همدغه کاندیدان خپل نمایندګان ټاکلي وو هغه استخدام کړي وو هغوی ورته حداقل تلیفوني خو ویلی شو چې دلته دغه موضوع شوې ده او دوی مستند کړی دی او د امغه ناامن ځای نه اگر سند هم وجود نداشته باشه شکایت در نزد شما درج شده و برش رسیدگی میشه او ته هم رسیدگی کی او د امغه ناامن ځای نه محتمدار که اثبات امدار کړی وی دی او د موسی اوسم ویډیو غنشته او ته رسیدگی کی تشکر پس از وقفه کوتا این برنامه را دنبال کنید سلام دوباره آقای مسلم فکر میکنید که اگر آرای مردم قرنطین شود از برخ محلات اونجا باز هم سلیقه‌ای برخورد شوه و از یک نامزد مشخصی که در اونجا رای بیشتر داره رأیش از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی قرنطین شوه قبلا این نگرانی چقدر وجود داره چیزی که بس سوال شما بیایم دو سم پیش درس کردن که لایحه ها یا کریتریایی که در وبسایت کمیسیون هستن اونا امیر میخوان تطبیق بکنن حالا سوال در اینجاست که تا کجا تطبیق شده مثلا فرضاً شما خود شما عرض کردین که تا جایی که افراد اشخاص یا مردم اجازه نداده شده باشد در مراکز بسته میشه تا کجا حالا این تطبیق شده یک مسئله دیگه رسیدگی به شکایات قبلا نگرانی هایی که ما داشتیم در روند انتخابات 16 حمل پیش از کمیسیون مستقل انتخابات ما امی مسئله تقسیمات برگه ها را بسته بودن مراکز ناامن ایرا امرای باز کردن مراکزی که ناوقت باز میشه یا تایم مدت زمان خود به کمیسیون مستقل انتخابات رساندیم در قسمت قرنطین بودن برگه های رای دهی یا صندوق ها ما از نمایندگی هستیم اصلاحات هم گره ایرم میگیم که هیچ کس را یقه نمیتیم که حق مردم افغانستان و حق رای پاک مردم افغانستان را تلف بکنه بررسی خواهیم کرد تحقیق خواهیم کرد و آن آرایی که در اصل ناپاک بوده قرنطین شوه آرایی که پاک بوده اجازه نخواهیم داد که قرنطین شوند میخواییم بپرسم آقای تمیم که آنچه که آقای سعادت هم پرسیدن چقدر امو قانون را شما تا به هنوز مراعت کردین و مطابق به امو لایحه که برای شما سپرده شده چقدر مطابق به او رفتار کردین تا به هنوز مو یو قدم هم بدون ده دینه چه قانون را تا حکم کرده وی او یا لایحه را تا ویلی وی دوگونه بیرون نگودو او نموی خیط روسه هر کار مو چه کرده هو به هو امغ لایحه امغ قوانین تطبیق شویدی مکمل او پات شو د قرنطین موضوع قرنطین هم خپل د مستعد انتخابات د کمیسون واک دی هغه به ورته رسیدگی کوي بررسی کوي به کڅوک د هغه په تصمیم د قناعت ونه لري هغه به بیا رزید شکایت کمیسون ته به شکایت درجوي هغه ته به بیا رسیدگی کوي یو موضوع او بل موضوع دوی چې کوم د خپل ستونزې مخکې کړي دوی خپل ویچ انتخابات مستقل کمیسون ته کړی دی مو د انتخابات مستقل د انتخابات شکایت مستقل کمیسون نه د انتخابات مستقل کمیسون تشکر با پوزش مسئله بسته بودن ساعت ناامن به اردو کمیسیون داده شده که نگرانی ما در قسمت بسته بودن ساعت ناامن جدی بوده از اول وګورئ کله چې ناامن ځایونه د بستکی د دې لپاره مشخص ارګانونه د امنیتي ځواکونه و خپله د انتخابات مستقل کمیسیون و دا چې که ستونزه پیښیږي که انتخاباتي تخلف تقلب یا تخطی کیږي یا هم د انتخاباتي شکایت مطرح کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغوی ته رسیدګي کړه هغه په امنیت پورې څه کار لري د نه یې مسؤلیت دی نه په هغه که په هغوی ډله کېدوی وو د انتخابات مستقل کمیسیون و د امنیتي مربوطه ارګانونو سره په تفاهم باندې هغه ځایونه لیدلي وو او دوی د لازمه بللی ولته صندوقونه خلاص شي د محلونه خلاص شي که چېرته هلته وروسته د انتخاباتو په ورځ په هغوی ځای کې مشکل وي یا بند شوي وي او یا هم رای دست ډول کار شوی وي چې هلته امنیتي کسان نه وي او یا هم رای ورکوونکي نشي کړی چې هلته تللي وي او یا هم ناظرین نه وي تللي هلته امنیتي دلایلو په اساس دا واضح خبره ده چې موږ به خپل د قوانینو په اساس د خپلو لایحو په اساس د غو رایو په اساس په اړه تصمیم نیسو
با پوزش نگرانی که ما از مراکز تخیلی داشتیم، فرزند خود کمیسیون مستقل انتخاباتی را گفتن که به صندوق های رایدی توسط تیاره هلیکوپتر به بعض ساعت نام و مراکز پایان شده. حالا وقتی که صندوق ها به این ساعت نام توسط تیاره برده میشه، مردم چطور در ساعت که نام نست برند به این صندوق ها رای خود بیندازند؟ نگرانی ما از همان وقت داری بوده و مراکز تخیلی و حال هم است. یعنی پدیمانه چه نام نسیمی اغلی چه انسانان طوری که نوی؟ نه، منظور این بود که اگر دولت نمیتونه که امنیت از را تأمین بکنه و مواد انتخاباتی را انتقال بده، مردم چه قسم بتونن که در انتخابات شرکت بکنن؟ ام دغه موضوع ما مخکې وویله، کله چې امنیتي مشکلات وي، ناظرین، مشاهدین او رای ورکوونکي یو ځای ته لاړ نه شي، واضح خبره ده چې د ځای رای باطلې مشکل او دا بررسۍ لاندې دي، دغه شکایتونه موږ ته رارسېدلي دي. مشکل همدغه موارد به چې موږ رسیدګي ورته کوو او په دې به خپل تصمیم نیسو. همدغه ما مخکې وویل د موږ په لایحو کې او په همدغه د انتخاباتو په قانون کې په ډېر صراحت او وضاحت باندې دا موضوعات راغلي دي. هېڅ د تشویش ځای نشته او دا زه اطمینان ورکوم چې بې پرې او بعد مو عمل کو او ده هی چتر تاثیر لاندې به نو او نه یو تر وسه او نه تر وسه موږ ته کوم اشاره راکړل شوی او نه کوم د موږ ته کوم د امر شوی چې یا څنګه وکړو. موږ فقط د همدغه خپلو قوانینو په اساس او د لایحې په اساس موږ عمل کوو او کړی مو هم دی. تشکر، برمیگردم به شما آقای سعادت. اما فکر میکنین که به همه این شکایات رسیدگی صورت بگیره، آن هم تا پنج روز دیگر؟ زما نظر داده چې د تقلب اصلي عنصر د حکومت لوړرتبه چارواکي دي او تطبیق کوونکی د انتخاباتو کمیسون ده. نو زما پیشنهاد دا دی چې د شکایتونو خپلواک کمیسون اولا تعقیب او څېړنې پخپله د انتخاباتو د کمیسون څخه وکړي، چون زمینه ساز دوی دي، لاره دوی هواره کړې ده او بیا دا چې شکایت شوي دي، چا چې زمینه سازی کړې ده، چا چې سهولت فراهم کړی ده او چا چې دا مهندسي کړې ده، هغه اصلي منبع ده او هغې سره باید خبرې وشي. او انتخابات که چېرته خدای ناخواسته دوی څېړنه ونه کړي، پایله یې ولس ته د قناعت وړ نه وي. تشکر، سپاسګزارم. تشکر. آقای اصغری، واقعا فکر میکنین که تا پنج روز دیگر به همه این شکایات که حالا برای کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده رسیدگی صورت بگیره؟ خب من بیشتر هم اشاره کردم که رسیدگی به شکایات اول خو چون یک پروسه مسلکی است، این بر میگرده به مو لایه و تزلمل که چی گونه لایه و تزلمل وجود داره و بررسی های از یا از چی وقت واقعا شروع شده، آیا در مو ولایات که مثلا بیشترین شکایات از کارمندای مسلکی و کاراگاه دارند که این رسیدگی ها به صورت شفاف و دقیقش صورت بگیره. و یک چیزی که ببخشید، در رابطه با صندوق های قرنطین ما میخواییم بگوییم که قانون بخی صراحت داره در رابطه با صندوق های قرنطین که باید در حضور داشته مشاهدین و ناظرین چی کنن. تقاضای ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی یا از کمیسیون انتخابات است که انتخابات سلامتش فقط به می شفافیتش است. وقتی در روز داشت مشاهدین باشه هیچ مشکل به وجود نمیه. آقای سعادت، نگرانی شما چیز خیلی کوتاه اشاره بکنین. فقط یک بار دیگه میخوام بگویم که دو کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت بررسی به شکایات، بررسی به شکایات و در قسمت قرنطین بودن وجدا کردن آرای پاک و ناپاک مردم افغانستان به طرفی خود باید حفظ بکنه و تا بتانیم اگه انتخابات شفاف را نتیجه شده در چند روز دیگر ببینیم. تشکر مهمانان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، سپاسگزارم. و شما بیننده هایی که تا حالا برنامه را دنبال کردید، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.